درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با میزبانی من رشاد زریر از نور تماشا می کنید رهبران چهل کشور جهان در لندن چالش فساد و رویای ریشکن کردند رئیس جمهور محمد اشرف غنی پایان هفته گذشته در گرد همایی بین المللی مبارزه جدی با فساد در پایتخت بریتانیا شرکت کرده و به جمع کشورهای پشتبان از طرح ثبت و راجستر برای ممانعت از پولشویی در خرید ملکیت ها نیز پیوست. آقای غنی که دم از ریشه های بیرونی فساد در کشورش زد و روند خالی از تدبر کمک های بیرونی به کشور و همچنان مواد مخدر را از عوامل فساد خواند ماشین فعال فساد در حکومت وحدت ملی را نیز میراث حکومت 13 سال گذشته پنداشت این در حالی است که پیش از این همایش بین المللی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا افغانستان و نایجریا را با ادبیات شگفت انگیز فاسدترین کشورها انگاشت پیش از شرکت رئیس جمهور در این نشست باورها بر این بود که وی بدون هیچ دست در آن اشتراک خواهد کرد حالا اما پرسش این است که آقای غنی با چه دست آوردی از این نشست به کشور برگشته است برای رهجویی به این پرسش بحث میکنیم با محترم دکتر زهیر سعادت نماینده مردم در مجلس نمایندگان و همچنان عبدالقار فرخسیر سخنگوی اداره مستقل مبارزه با فساد که دیدوره هستم تشریف بیارن. جناب دکتر سپ سپاس و, و در آمد را میخوام با همین پرسش آخری مقدمه آغاز بکنید که آقای غنی با چی دستاورد در این نشست اشتراک کرد و با چی دستاورد باقن به کشور برگشت بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت بینندگان تلویزیون و نور و همچنان همکاران تخنیکی شما طبعا افغانستان از جمله کشورهایی بود که در خط مقدم لیست فاسدترین کشورها قرار گرفت و رئیس جمهور هم اونجا از هر نظرهای داشتن که عوامل فساد برشمردن که عامل فساد چی است و به کی ها متعلق است ای یک بخش از قضیه بود و دنیا هم چند سال قبل زمانی که حکومت وحدت ملی به وجود آمد یکی از خواسته ای بود که این حکومت زمانی می تواند که کمک های بیشتر جلب بکنه که در امر مبارزه با فساد با جدی بوده باشند شما باید دارین که در قدم اول یگانه جایی را که رئیس جمهور انگشت گذاشت موضوع کابل بانک بود و دنیا فکر کرد که آدم شاید در این امر جدی عمل بکنه نه تنها قضیه کابل بانک حتی کسانی که عمل در فساد آغشته بودند و از طریق فساد اداری فساد مالی اینا این کشور را به چالش کشند و شاید یک را بردارند متاسفانه در این مدت دو سال تقریبا دو سال و گذشته آنچنان کارهای را انجام ندادن که اعتماد دنیا را جلب بکنه به مو خاطر بود شما شاید از یستین که سطرزم کشور انگلستان الان اونجا اظهار کردن و به مشدیدترین الفاظش آه 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 موضوع فساد مطرح کردن هم در کشور نیجریا و هم در افغانستان و حالا هم دنیا از رئیس جمهور ایره خواستند که اگر شما با فساد مبارزه عملی را شروع بکنید و ما شاهد کاهش فساد در کشورتان بوده باشیم و, و کشور مثلا در امر مبارزه با فساد به طرف بهبودی روان باشه طبعا کمک را که ما وعده کردیم او را انجام میتیم و کمک های بیشتری را خواهیم کرد و اگر مبارزه با فساد شما مثل یک نیم سال و گذشته تان بوده باشه فقط در شعار باشه و در در متون نوشته شوه و در رسانه ها گفته شوه و هیچ گام عملی در او راستا برداشته نشود شاید ما نه تنها کمک ها کمک های بیشتر نخواهیم کرد و حتی کمک های وعده کرده ایدم شاید ما کاهش بتیم تا زمانی که شما به راستا جدی بوده باشه با توجه به بحثتون پس بخش اول پرسش ما پاسخش این گونا باید در بیابم که هیچ دستاورده نداشت آقای غنی که در اون نشست اشتراک بکنه در این نشست گرچه از طرف رئیس جمهور تقاضاهای صورت گرفت بر کمک های بیشتر اما تو خدمت ها کردم اونها کمک ها را مشروط ساختن به این که شما تا چقدر میتوانین در برچیدن فساد گام های عملی را بردارید مشا گفت ک با تجربه یک کلم سال گذشته فکر نه کوم ک حکومت یا رئیس جمهور به توانه ګامҳои عملی جدی را برداره یعنی <applause> در حقیقت ما چنانه دستورد خوب را د دې د رفت د دې سفر رئیس جمهور نه مبینم ک واقعا یک دستورد ملموس یک دستوردی ک مردم اوره حس وکنه ک واقعا این چی بوده کدام دستاورد خاصی را نداره فقط اگر چیزی هم گفته شده اونم با یک شرط و شروط گفته شده و اگر اینا در برآورده ساختن از اون ناکام باشن طبعا اون هم صورت نمیگیره پس بی درنگی بکنید بر این مسئله که آقای غنی به عنوان متفکر دوم جهان که حالا این لقب میتن براش فکر میکنید انتظارتان چی بود که در پاسخ به آقای کامرون با اون ادبیاتی که افغانستان و نایجریا را فاصل ترین کشورهای جهان خواند چه چی چیزی باید میگفت خب این یک چیزی است که واقعیت داشت آقای کامرون هر آنچه که در افغانستان او موضوع فساد داریست بیداد میکنه همون را برای خود رئیس جمهور کشید در اون مجلس و رئیس جمهور هم از این کار کردن نمیتوانست و طبعا گرچه ای را انداخت به گردن حکومت قبلی در ای شکی نیست بخشی از فساد شاید میراثی از حکومت قبلی بوده باشه اما کسانی که متصد امور هستند نه تمامش نه. اما کسانی که متصدی امور هستند و بیشتر از یک سال و نیم زمام از ی کشورره به دست دارند خی پس وظیفه از اینها چیست اینا باید همو فسادی که مربوط می شد به حکومت قبلی او را باید از بین می بردن اگر از بین بردن نتوانستن حد اقل کاهش میدادن اگر کاهش خب نمیدادن دمو حد نگاهش میکردن امیره اف... که شما اشاره کردید فکر میکنید این برداشت آقای غنی از اظهارات کامرون درست و بجا بود که هدف آقای کامرون 13 سال گذشته به میراث باشه ما فکر میکنیم که هدف از آقای کامرونی بود که آقای رئیس جمهور وعده ای را که شما سپرده بودین اعتمادی را که ما بالای شما داشتیم در کل ج... جامعه ملال ما فکر میکردیم که شاید مدیریت شما بهتر از مدیریت حکومت قبلی بوده باشه شاید فساد داری کاهش پیدا بکنه و شاید مثلا روند حکومت داری خوب رونق بگیره اما متاسفانه نه هیچ کدامش انجام نشد نه تنها انجام نشده بلکه فساد گسترده تر خب شد پس میچرخیم به اون جای بستان که شما گفته در ما حد گذشته حفظ میکردن یعنی میزانش در حکومت وحدت ملی بالاتر از گذشته برداشت ما است که شما ما چون سر کار ما با ادارات دولتی است واقعا آدم تاسف میکنه که به مراتب گراف و داری در حکومت وحدت ملی بالا رفته یعنی هم. هم از سوی استفاده وظیفوی گرفته تا فساد مالی تا فساد مثلا برخوردهای سلیقوی پس شیوه های مختلف فساد وجود دارد پس آقای غنی و آقای عبدالله وقتی حکومت وحدت ملی را روی کار آوردن از همون آغاز تا همکنون همواره سرخط تمام سخنرانه هاشان مبارزه جدی با فساد که حتی گای آقای غنی جهاد علیه فساد را اعلان کرد به نظرتون دلیل این که گراف فساد بالا رفت پس چی بود؟ ببینید ما در اول خدمتان عرض کردم که اینا مبارزه با فساد را در چند چیز خلاصه کردند <تصفح> در گفته های عقب مایک های مثلا تلویزیون ها در کنفرانس های در نوشتار های نمی فرمانی در اینا خلاصه کردن اما گام های عملی را یا نبرداشتن بنابرای ف... چی بنا... اراده وجود نداره شما ببینید یک مثال س... کوچک شما خدمت را نرز باز شما امق فاجعه را درک میکنیم یک سال و نیم از عمر حکومت و وحدت ملی میگذرد بله. تا هنوز ما کابینه را په شکل دروستش تکمیل شوه نداریم بله تا هنوز ما ریاستای دریم کو به انو سرپرست اداره میشه تا هنوز ما شهر شهردار کابل کې یو چیز بسیار عادیز <تصفح> یعنی ما دربین 3 میلیون نفوس تا هنوز یگ نفر پیدا نکردیم قابل اعتماد کو بیا یې انمي اداره را مدیریت وکنه وه د اقل مشکلات مردم مرفوروسه <تصفح> زماونی کې در یگ در یگ جامعه یا در یگ نظامی کو اداره وجود نداشته باشه اتوماتیک فساد به وجود میاد بله. پاسخگویی درست نباشه فساد به وجود میاد قانون شکنی وجود داشته باشه این اعترام ای به قانون صورت نگیره طبعا خودش تشویق کننده فساد است حالا <تصفح> اگر شما بین به کرده های حکومت وحدت ملی مل ببینین بیشتر ناقض قوانین حکومت بله. وحدت ملی بوده هم از قوانین از قوانین اساسی گرفته بب از قانون اساسی گرفته تا به قوانین دیگر نافظه کشور اینها وقتی که ما نتوانیم قانونه به شکل یکسانش تطبیق بکنیم و حکومت نتواند از, از تطبیق قانون حراست بکنه طبعا فساد به شیوه مختلفش وجود میاد فکر میکنید اراده قاطع وجود داشت در رهبران حکومت وحدت ملی یا اراده وجود نداشت یا اگر وجود داشت توانایی و ظرفیتش وجود نداشت بستر و زمینش وجود نداشت ما اگر تو بیان بکنیم یکی آرزوس یکی مثلا اراده هر کس آرزو داره که به طور مثال افغانستان یک کشوری باشه که آری از جنگ افغانستان یک کشوری باشه که بهدور از فساد داری افغانستان کشوری باشه که مردمش در یک رفاع اجتماعی زندگی بکنه ای یک ارزوست م فکر میکنم اه... ارزوی اه... م... متصدیان امور حکومت وحدت ملی بیشتر نسبت به ارادهشان <applause> ع آرزو دارن ما ای کارهای ره میکنیم <applause> اما ااراده چیز دگری است اراده عمل میخوایه اراده, است، اراده استراتیژی میخوایه اراده برنامه کار داره اراده تطبیق کار داره ما ینا اگر اراده میداشتن طبعا اراده به دنبال خود چند چیز دگرهم داره <applause> به او اساس د او راهکار یا د او راستها یا حرکت میکردن گامهایی ره برمیداشتن ما ایرا درک میکنیم که شاید اینها فساد را از نظام افغانستان یا در کل از دولت افغانستان از بین نمیتانستن نمی که ببرن ده این مدت کم اما حداقلش ما هر ماهی که سپری میشد شاید ما شاهد کاهش فسادو اداری در ادارات دولتي می بودیم اما متاسفانه ما نه تنها شاهد کاهشش نیستیم بلکه روز افزون ما شاهد افزایشش هستیم خب برخیا باورشانی است که اراده وجود داشته در هر دو رهبر و کارگزاران حکومت وحدت ملی و ولی توانایی نه نمونه‌ای که میتونم این کابل بانک شما پیشتر اشاره کردید حالا آقای غنی مثلا کار کابل بانک را آغاز کرد ولی اینکه به کجای کار رسیده اون واضح هست آقای غنی مثلا کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد به خاطر جلوگیری از فساد در پروژه های کلان دولتی ولی بله اینکه کار اون کار عملیش به کجا رسیده واضح هست اینکه شهرک هوشمند مثلا یکی از اصلی ترین مجرمانش در کنار معاون ما، رئیس جمهور در کنار آقای زیا در گشایش پروژه شهرک هوشمند استاده بود نمونه های زیادی عملکرد رئیس جمهور یک میشه گفت یک, یک عملکرد نمایشی بود در جای انگشت گذاشت که ای افراد ناتوان بودن حمایتگر سیاسی نداشتند، اینا را به محکمه کشاندن اما کسایی دیگه بودن که در زیر ریش رئیس جمهور به میلیون ها دلار اختلاس کردند، فساد کردند، هیچ نامشان رسانه هم نشد حتی کسای بودن که در سقوط کابل بانک نقش اساسی را داشتن اما هیچ گاهی رئیس جمهور به اونجا انگشت نگذاشت به طور مثال شما از شارک اوشمند یاد کردیم من نمیفهم از بخشای دیگه یادآوری کردین کردیم زمان یک نظام یا یک اداره با فساد میتونه مقابله بکنه که چند چیز در نظر بگیرم در قدم اول تطبیق قوانین باید جدی بگیره و قوانین باید به شکل یکسان بالای ادبایش بالای زورمند کمزورش تطبیق شوه حراست از قانون صورت بگیره و ضمن برنامه بر از بین بردن و فساد داشته باشه ما نمیتونیم که بگویم که ما مبارزه با فساد را انجام میتیم اما راهکاری وجود نداشته باشه یعنی برنامه یا استراتژی درازمدتی وجود نداشته باشه شما مثلا از تدارکات ملی یاد کردین که رئیس جمهور نمی فهم را ایجاد کرد و اختلاس که در اونجا صورت می گرفت از اون جلو گیری کرد رئیس جمهور کشور شاید این کارشان درست بوده باشه اما به با یک مقیاس بزرگ یعنی با چالش هایی که افغانستان به او مواجه هست موضوع امنیت است موضوع مثلا بدتر شدن وضعیت اقتصادی با این چالش اگر شما نگاه بکنین مصروف شدن رئیس جمهور در یک قرارداد نمیفهمم یک دو میلیون افغانی و هم قرارداد کچالو و پیاز این ارزش نداره اینا رئیس جمهور بیشتر وقت خود در مایکرو منیجمنت سپری میکنه گپای کلان از پیش مانده ولی چرا فساد بیداد میکنه به خاطر از اینکه رئیس جمهور رسیدگی کردن میتونه تقسیم نشده در رسول باید صلاحیت تقسیم باشه Uh, تماما قدرت در یک جای نباید تمرکز کرده باشه ایرا باید تقسیم بکنن و هر کس به نظام به حکومت به دولت به جامعهش جوابگو باشه <تصفح> رئیس جمهور به عنوان یک, یک فردی که در رس همه قوه ها از بالا به عنوان نزارهگر و کسی بوده باش که پرسان باید بکنه اینها آمد در کارهای عملی دخیل شدن از نزارت و از پرسپال اینا دگه وقتشه ندارن پرسان کرده هم نمیتوانند بوه غوته شت یک بخش از کار درست انجام وطن <متحدث> به طور مثال د یک قرارداد کې چې چند ملیون افغاني یا 100 ملیون افغاني یا بلاته را پوینتر در اونجا فساد وجود داشته و این رژیمور بیرون میکشه شت کابل کار یک ګام مثبت رانجام دته بشه <متحدث> <متحدث> کارو خوب رانجام ده بوزګر شما مكع... مثلا در یک مقایسه بزرگ موسبه بکنی کو مواجه مثلا مقایسه بکنی با سقوط قندز یعنی در زمانی که رئیس جمهور باید بتونه بر اوزای امنیتی کنترل داشته باشه به با مراتبی ناچیز است <applause> به طور مثال میال به هزارها جوان و ما از این کشور فرار میکنن مغزای متفکر از این کشور به بیرون میروند اقتصاد از این کشور روز به روز رخت بر بسته به بیرون میره مردمش سرمایه گذاری میکنه ایوازی که رئیس جمهور بیا یک پالیسی یک استراتژی کلانی را تعریف بکنه و سرمایه‌دار احساس بکنه که ما در جای سرمایه‌گذاری میکنیم سرمایه گذاری سرمایه هم در امن و امان است خودم و جانم هم در امان است در این صورت ایجاد کار می شود در این صورت مثلا پاسخگویی بیشتر می شود و رئیس جمهور می نظارت خوبتری داشته باشه ام. اما رئیس جمهور آمده که همه چی را قدرت در این خلاصه ساخته و همه چیز در انصار خود گرفته کلا برده در داخل هر و فکر میکنه که از اینجا ما خوب کنترل میکنیم اه. اما اینا اشتباه میکنن این اشتباهی است که باز مردم شش ماهی بعد میفهمه که اه. رئیس جمهور چه اشتباهی را انجام داده خب این تایید میکنن که آقای رئیس جمهور غیر مستقیم خودش هم در فسادی که گسترش یافته دست داشته باشه نمونش که بیمارستان ها و شفاخانه هایی که حالا لیستش هست که میلیون ها دلار مصرف شده به عنوان ساخت بیمارستان در این حکومت وحدت ملی ولی از اون بیمارستان ها حالا خبری نیست پولش مصرف شده این که به فرمان رئیس جمهور صلاح توزیع میشه به نام پلیس ولی از اون پلیس خبری نیست ولی صلاح بیرون رفته به نظرتون این نمونه ها میتونه ثابت بسازه که آقای رئیس جمهور غیر مستقیم نه تنها اراده نداشته بل مستقیم غیر مستقیم دوست داشته در گسترش ما فساد. یک چیزو میگم که نمیفهم برداشت شخصی م می شخصو رئیس جمهور شاید اراده بر فساد نداشته باشه اما همی اطرافیایی که در اطراف رئیس جمهور هستن به خاطر منافعع شان رئیس جمهوره فریب میتن معلومات غلطه برش میتن راههای غلتی ره برش نشان میتن و ای آدمهم به خاطر از این که در هر قذیه خوده دخیل بدانه اعتماد بالای بیرونتر از حلقه خودش نداره به او اساس فکر میکنه هر آن چرا که اینا میگن امیا درست میگن و دیگه مردم که میگه اونا درست نمیگن به اساس هر تصمیمی که گرفته میشه موضوع سلا رو شما مطرح کردی مثلا بعضی پلای یعنی گفتی پایین بالا شدنشه یعنی شا شاید با شخصا به جیب رئیس جمهوری نرود اما کسایی که در اطراف رئیس جمهور هستند طبعا این وضعات را مدیریت میکنند این حلقه را بید باور شما را مرچند خیلی بحث شده باور شما را مشخص داشته باشم که این حلقه دور رئیس جمهور مرادتان از افراد پست های بلند هست که حالا گاه در رسانه ها نام برده شد یا مرادتان از مشاورین بر برخ افراد پایین رو در ماحول رئیس جمهور وجود دارند اینا هل... ای حلقه حلقه کسایی هستند که تصمیم گیرنده هستند برای رئیس جمهور فکر ایجاد میکنند برای رئیس جمهور برنامه میتن برای رئیس جمهور طرح میتن رئیس جمهور قناعت میتن بلاخره خب یک آدم اینا تماما دیدشان شخص محور است یا مثلا به صلیقهای خود منافع افغانستانه در آینه خود میبینن اگر به نفشان بود اون منافع مردم افغانستان است ا ب ضرر از همی تیم بود همو حلقه خاص بود فکر میکنن که ب ذرر مردم افغانستان است <applause> یعن اینا آمدین منافع عام مردم افغانستانه در راستها و مثا و مسیر خود تعریف کردین ب ی ااس طبعا رئیس جمهور هم یک انسان است زینش تغییر میتن و رئیس جمهور تصمیم میگیره و شما میبینید که تصمیم رئیس جمهور به واسه کمک بکنه برای حکومت داری خوب متاسفانه برعکس کمک میکنه چون خودش نیست و تصمیم همین حلقه هست خب هر کس حق داره که یک مشاور داشته باشه یعنی تنها یک فرد نمیتونه حکومت بکنه یعنی بعضی از تصمیم رئیس جمهور تراوش شده است از افکار و حلقاتی که در اطراف رئیس جمهور خب همین دو, دو, نمونه ای کوچکین که یکی از مجرمین اصلی کابل بانک از زندان رها میشه و میاد در گشایش کنار معاون رئیس جمهور میسته به نظرتان حتی اینکه ما مشاور حقوقش را آقای رئیس جمهور برکنار کرد در همین بحث به نظرتان همینا خواسته ها و تصامیم این افراد محاولش هست؟ خب حتما لابیینگ صورаت گиرفته بود حتما در اвایل ریس جمهور مа مطمаئиن هاستم وقتی که موضӯعи شهرк اوشمن در کابینه بث شد دаر اونجه ریس جمهور ودر مجم... جم همهи کابینه رای تاиد دادн و ایرا гоنه راهи رئی بیرون رаفت دانиستн و یک راهи خوبе بаر جمъآورи پلهاи مصرفشدهи دаولت دانиستн гفت خوب است به یوаض از ای که ک فرد د زندان باشа با پلо دаولته پس بиته <applause> اما زمانی که زیر فشار عام و مردم قرار گرفت زیر فشار مطبوعات قرار گرفت رئیس جمهور رئیس جمهور اصلا زمو تصمیم در اونجا گرفته شده بود شایگرس کرد یعنی مثلا نظر خود تغییر داد یعنی دو دا زمان احساس کرد که شاید تصمیمش تصمیم به جای نبوده باشه ما به با اساس طبعا اگر رئیس جمهور رئیس جمهور هم یک فرد است و طبعا مشاورین داره و مشکلی که ما انتقادی که بالای رئیس جمهور است ما میگیم مشاورینیک در اطراف رئیس جمهور مشاورین نیستن که منففات مردم افغانستانه بخان <تصفح> یعنی بیرون از کپسول قومي بوده باشن بیرون از کپسول حزبی و نه مفهمه منطقه‌ای بوده باشن کلان فکر کنن به منافع مردم افغانستان فکر کنن <تصفح> یعنی مشکل رئیس جمهور دایز کسایستان کووب بشتر منافع یک قوم میخوان بشتر منافع تیم انتخاباتی خود میخوان <تصفح> امهله شما در تقاریر یو ببینین <تصفح> پوست های کلیدی را به کسایی که داده میشه که اونا یا در کمپاین تیم رئیس جمهور بودن من. یا در تیم رئیس جمهور بودن یا به شکل از اشکال با رئیس جمهور روابط داشتن یا با خودش یا با حلقاتش اینا زودتر صاحب وظیفه میشن و حتی افراد متخصص بر کنار میشن تا اینا جواب بله. شد. اما کسای دیگه هستن که ده بار رئیس دفترش پیشنهاد میکنه اما رئیس جمهور نمیپذیره رئیس جمهور را مثلا اما منظور نمیکنه اما پیشنهاد را به سرپرست هم تو باقی میمونه <applause> یعنی خودش بیانگر از است که در اطرافش افرادی هستن که مغرضانه برخورد میکنن افرادی هستند که صادقانه برخورد نبرند و برخوردشان یکسان با هم مردم افغانستان نیست به او اساس انمی یک از عوامل فسادی که پیشتر گفتیم یک از عوامل فساد ه اینمی زمانی ای که یک فرد خود را در بدنه نظام نبینه و ببینه که روز به روز تحقیر شده میره او هیچ نوه تعهد یا وابستگی به نظام باز نمیداشته باشه هر کاری که از دستش به انجام میته بر تذیف ساختن نظام بر از بین بوردن انمی حالت بر مثلا دادخواهی حق طلبی اینا کلش باز باعث میشه که فساد بیشتر شود و پاسخگویی کمتر باشه خب بیت مکسی داشته باشید بر این نگرانی رئیس جمهور در سخنرانی لندنش که فساد سبب خشونت سیاسی میشه و باید بعد نو جلو شک گرفت و مهارش کرد چه تحلیلی دارید شما از این سخن رئیس جمهور که فساد سبب خشونت سیاسی میشه هرچند درست ولی نگرانی های مشخص رئیس جمهور شما سراخ کرده میتونید در خب در یک جامعه که فساد وجود داشته باشد وقتی که ما فساد میگیییم ای مایع است بر همه از بین بوردن معیارهای اجتماعی معیارهای حکومتداری وقتی ک در یک جای فساد وجود داشته باشه بدیلش ن متضادش ایست که در اونجا قانون نیست وقتی قانون نباشه در اونجا باز پاسخگوی نیست جوابدهی نیست احساس مسئولت نیست به ای معناست که هر کس, هر کس اقای خودست و هر کس میتانه هر انچهرا انجام بته از دستش یا در توانش بوده باشه اورا انجام میته و کس هم نیسه از او بازپرس بکنه به با او اساس خود به خدش یک انارشیزمه بوجود میاره <applause> ع یک حالت مردم احساس فرار از مرکز به وجود میاره و مردم به طرف خودکامي میره هر کس احاس پیش خود یک احساس آزادی میکنه که والا کسی بالای سر ما نیست قانون نیست دیگه نیست ما چرا متحد به این نظام باشیم چرا به با احمد به محمود بوده باشیم به با این اساس یک ای نو... ای خطرناک است اگر جلو فساد گرفته نشود اینم تو مافیای اقتصادی رخ اه... چاق شده میره و مافیای اقتصادی که چاق شد و وابستگی هیچ نوع پاسخگویی وابستگی به نظام نمیداشته باشن و در کوچکترین اه... عملکردی که منافع شان در خطر بییافته بزر... شدیدترین اکسالاملره نشان میتن <تصفح> وی هر نوه اکسالامل بر ضد مثلا اداره محلی یا نظام باعس ناامنی باعس مثلا از بین رفتن آرامش مردم میشوه <تصفح> به ای اساس خوب است که جلو فساد در هر جای کس باید گرفته شوه اگر فساد داری ست اگر سوی استفاده وظیفهویس اگر فساد مالی ست اگر مثلا غفلت وظیفهویس هر چه کس فساد شیوه های مختلف داره هر کس مسئولیت باید داشته باشه در هر جا جلو فساد را بگیره اما یک شرط وجود داره در صورتی که اراده سیاسی بر مجازات کردن فاسدین بر مجازات کردن کسانی که میخواهند می مثلا از این یک وضعیت سوی استفاده بکنن رادی سیاسی وجود داشته باشه همین جای بس حالا آقای غنی میگن که روند پیگیری فساد را به نقد میگیرن در سخنهاشان و میگن که افراد صادق جا جایی متهم به فساد میشن که اصلا دوست در فساد نداشتن بنابر دلیل این که حالا با قاعده بازی همواره به نفع افراد پرنفوز است مسئولیت این که به جای شخص فاسد شخص صادق متهم میشه و بب مسولیت ازی باز با برمیگرده به با رئیس جمهور <تصفح> که در رس نظام قرار دارند اینها باید در ارگانهای ادلی و قذای افراد مخلص و صادقی را میگماشتند یا بگمارند که اونها اگر یک مثا مرجه که فساد را بتانه تفکیک بکنه و یا حداقل مفسدینه مجازات بکنه او ارگانهای اطلی و قذایی است شاید یک آدمو صادق متهم به فساد شده باشه شاید اونمو آدم فساد تانهای نیست که شخص فساد بکنه وقتی که یک آغاه صلاحیت داره مسئولیت داره دبمثا مسلیت یک اراده به دوش ست و او نتوانه نظارت خوب بکنه مدیریت خوب بکنه افراد زیردستش فساد بکنند غفلت ای وجود داشته باشد نقض و قانون وجود داشته باشه توان مسئول درجه یک باید محاکمه شود شما مدیریت درست نکردین به این اساس ولو که شاید او آدم در اه 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 یک آدم صادق یک آدم پاک نیتی بوده باشه اما اینکه مدیریت درست انجام نداد این موجودیت از این آدم باعث زیاد فساد شد در ادارات از این مسئول میز. این باید جوابگوی باشه و در ارگان های عدلی و قضایی هم بوده باشند که اینه خوب از بد جدا بکنند آه. کسانی که خوب هستند راهایشان بسازند کسانی که بد هستند واقعا غفلت وظیفوی صورت گرفته، اینا باید مجازات شوند ما یک مثال ساده شو برات میگم دمی این انتحار انتحاری که در ریاست رجال برجستر باد. یا ریاست ده انجام شد آه. الی ببینید که زمانی که امنیت ملی راپور دقیق مثلا در نو عمل, uh -huh. عمل در سزه حمل در شه حمل حتی یک روز قبل از حادثه انتحار uh -huh. اه, راپور دقیق بر ارگان مربوطه روان میکنه که بین ساعت ش ۳ دقیقه و الا صب uh -huh. انتحاری توسط افراد نامه هایشان مشخص است چهار yeah, right? نفر احمد محمود با, 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 موتر کشتن میگن سو می سوپر کشتم با این موتر انجام میشه شما متوجه باشین مسیر هم مشخص میسازه که از یگانه جایی که آسیب پذیر است دیواری است که با سرای یک دیوار مشترک وجود داره بله. یعنی به این حد هم که دقیق راپور میته اما باز هم مرجی مربوطه را جدی نمیگیره مثلا در صدد از این نمی شود که جلوگیری بکنه از حادثه غفلت و وظیفه خودش یک نوع فساد است جرم است یا بعد مجازات شوند کسایی که کس زیان به مرستند خیلی سپاس تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای غرب محرک اصلی فساد است از سخنهای آقای غنی است که دلایل فساد را در نشست بین المللی مبارزه جدی با فساد در لندن پایتخت بریتانیا مطرح کرد و برشمرد از عوامل بیرونی فساد را و بیشتر بیرونی شمرد و حرف دیگه همی که عدم مدیریت و نظارت و تدبیر درست از کمک های بیرونی به افغانستانی که از 2001 به این طرف وابسته به کمک های بیرونی است دلیل دیگه گسترش فساد است و در پاسخ به آقای کامرون آقای غنی باس هم گفتند که هدف از گفته های اظهارات آقای کامرون در پیوند به فاسد بودن افغانستان میراثی است که از گذشته به حکومت وحدت ملی مانده که همواره آقای غنی آقای عبدالله و رهبران و کارگزاران حکومت وحدت ملی در هر چالش و نابسامانی که رو میکنه بیشتر بارش را میگذارن به دوش حکومت گذشته ولی آنگونه که اینجا با دکتر سب ما بحث کردیم و پاسخی دریافتم از دکتر سب که حالا اگر آقای غنی و دولتش واقعا اراده داشته باشند این میراث گذشته را باید کاهش میدادن یا دست کم در میزان گذشتهش حفظ میکردن نه تنها این که چنین نشده بل این گسترش یافته و گراف و میزان فساد نسبت به 13 سال حکومت گذشته هم بالا رفته بالا رفته پس حالا این که چه راهکاری مشخص بوده میتونه تا اول اراده قاطع در دولت مردان به وجه آقای غنی ایجاد شود و راهکار بعدی برای اینکه گام های راستین و عملی و قاطع برداشته شود برای فروکشی میزان فساد پس از میان برنامه باشد. ادامه گفتگو با امید همراهیتان تا پایین بس و میخواهم یادآوری بکنم که آقای عبدالقهار فراخ سیر سخنگوی اداره مستقل مبارزه با فساد وعده کرده بودند که پیمان شکستن خلف وعده کردن و تشریف نیاوردن تا همکنون اما هنوز هم چشم براشون هست آقای سعادت بیت حالا مشخصا بحث بکنیم درنگی داشته باشیم روی مسئولیت شما که وقتی دولت اراده نداشت یا توان نداشت یا بنا به هر دلیلی نتونست به تعهداتش بوجه در قبال فساد عملی بکنه عمل بکنه پس اهرم فشاری که مردم بر دولت می داشته باشند همین پایه قوای مقنینه یا هم پارلمان و شما اعضای مجلس نمایندگان هستید شما واقعا وقتی این دو سال ناظر حکومت و ناظر چگونگی تطبیق قوانین و ناظر چگونگی اجرایی شدن وعده های این دولت مردان بودین چقدر به مسئولیتتان رسیدگی کردید و چقدر دست کم جلوی این در گرفتید که فساد را این دولت اگر نمیتونه کاهش بده گسترشش نده ببینید شما میفهمین که وظیفه پارلمان یا نمایندگان مردم افغانستان اگر از دیگرایش بگذاریم حداقل سه بخشش برجسته بله. است در یک نمایندگی از مردم دو نظارت بر اعمال حکومت سه ساختن قوانین یا تصویب قوانین بله. ما در نمایندگی در ساختن قوانین هر آنچه که مربوط به شورای ملی بود اما فکر کنم کدام سکتگی وجود نداشته کار خدا با وقت زمانش انجام دادیم اما قانون را پاس کردیم که نفش به مردم افغانستان برسه یک در ارتباط بنمایندگی نمایندگی از مردم به این معنا که درد و رنج و مردم را به گوش مقامات از مقامات محلی گرفته تا به مرکزی تا حد توانش رساندیم مشکلات مردم را رساندیم در مجموع پارلمان هدف ما اما یک بخشی از کار ما که نظارت از اعمال حکومت است این آنچنان برجستن نشده و کارم درست انجام نشده دلیلی دارم شما میفهمید که ما توان اجرایی نداریم یعنی ما وقتی که نظارت میکنیم از عملکرد نظام uh -huh. یا حکومت توانی را باید به با بخش اجرایی که حکومت از پیشنیاد بکنیم uh -huh. که در این قسمت ها فساد وجود داره کمکاری وجود داره بی وجود داره شما باید دهی این راستا جدی عمل خب، بکنیم توان اجرایی ندارین ولی تا حد استجواب و آل... آل... حتی بر آل... آل... و برکناری این ای بخش بارها به سم حکومت رسانیده شده یک مثال به طور مثال آقای استانکزای و زمانی که رأی نگرفت از شورای ملی به عنوان سرپرست توسط رئیس جمهور گماشته بله شد حتی بیشتر از یک سال خلاف قانون, خلاف قانون در صورتی ای که اینمی قضیه بارها در رسانا بارها در داخل شورا مطرح شد نه تن آقای استانکزای حتی دیگه سرپرست هایی که تا همی چند وقت پیش وجود داشتن بارها گفته شد اما این برمیگرده به مسئولیت های حکومت که اینا باید احساس مسئولیت میکردن گام های عملی رو برمیداشتن یعنی ما, ما میگیم چرا فساد بیشتر شده روان است چرا اعتماد مردم نسبت به نظام کم رنگ شده روان است این به این خاطر است که حکومت به عوض از, از ای که حراست از قانون داشته باشه به عوض از, از ای که قانون را تطبیق بکنه یا نافذ قانون باشه برعکس خود حکومت کسان که صلاحیت دارن صلاحت درجه یکه دارن اینا خودشان ناقذ قانون هستن خودشان قانونه به پشتو پا میزنن خودشان قانونه به طاقهای نسیان میگذارند فراموش میکنن وقتی که کسانی که وظیفه شان حراست از قانون ست اینها توجهی به قانون نداشته باشن باز چه توقعی دارن که مردم عام بیاید در یک چوکات قانونمند زندگی خده به پیش ببرند و ا حداقل همکار با نظام بوده باشن شورای ملی ما کارهای خود را هر آنچه که در توان ما بوده انجام دادیم زمانی که حکومت یا بخش مجریه درست وظایف خود انجام ندهد، طبعا نظارت ما کم رنگ میشه و نقش براب میشه یعنی خب به ایمان ها وقت شما نظارت میکنید, و نقد میکنید به نظرتان چرا در گوش های آقای غنی پنبه هست و نمیشنه و عملی نمیکنه به نظرتان چرا پارلمان تأثیر گذار نیست؟ خب یک مشکلش که چرا پارلمان تاثیرگذار نیست ای برمی گرده به همی ساختار پارلمانی افغانستان <تصفح> پارلمان ما پارلمان حزبی نیست <تصفح> پارلمان ما پارلمانی هست که عن فردمهورست هر کسی از یر آدرسی آمده و هر آنچه که در اونجه میگه به سلیقه و دید خودش میگه اگر ما یک پارلمان حزبي میداشتیم اعضای پارلمان در یک دید حضبی حرکت میکردن <تصفح> یعنی یک راهکار یک استراتژی درازمدت مدت می داشتن و طبعا احزاب مخالف و موافق اونجا وجود می داشت و تصامیم به شکل دستجمی گرفته میشد مشکل مشکلی که در پارلمان افغانستان است چون اینجا هر موضوعی که مطرح شوه و به طور مثال موضوع استجواب یا استیزای وزیر به میان بیاید قبل از اینکه وزیر پاسخی داشته باشه به نمایندگان مردم ده نفر وکیل مدافعه در داخل پارلمان <applause> پیدا میشه که به نمایندگی از وزیر <applause> جواب اینا میږنامی این ای حکومتهم که احساس راحتی میکنه <applause> بخش مجره که همو حکومت است صهلناری میکنه در تطبیق یا صهلانگاری میکنه با نسبت به مسئولیت های خود از اینمی ضعف پارلمان اینا هم سوی استفاده میکنن میفاهمن <applause> که ما هر کاری را انجام بتیم زمانی که پای ما به پارلمان کشیده میشه uh -huh. یک کارت قومی را بازی میکنیم uh -huh. اصلا مو تصامیم دستجمی باد پارلمان د ا راست پارلمان هم جزء از نظام افغانستان است و کسانی که در داخل پارلمان هستن طبعا اتباع از همی کشور هستن از همی جامعه و از همی خاک هستن وقتی که ما م فساد گسترده وجود داره ما نمیتونیم که پارلمان هم منتفی بسازیم که در داخل پارلمان وجود نداره بله. پارلمان هم بخشی از دولت است طبعا وقتی که در دیگر بدنی نظام فساد بیداد بکنه شاید پارلمان هم از او فساد متاثر شده باشه یا در اونجا هم وجود داشته باشه خب حالا بیت روی راهکارهایی که در دید شما میچرخه برای کاهش فساد جلوگیری از این میزان قابل ملاحظه فساد و اینکه دست کم اگر صد درصد نه نسبتا تعهدای دولت مردای افغانستان به کسانی که حکومت وحدت ملی را مدیر هستند عملی شود به نظرتان چه راه های حالا وجود دارد؟ قبل از اینکه راه ها را بگویم یک یک میکنم به حکومت افغانستان آه. که شما بین بیاموزین حداقل مطالعه بکنین یاد بگیرین از دیگر کشورهایی که ب... کشورهایی که بعد از جنگ مثل افغانستان یک دوره جنگ سپری کردین <applause> بعدا حکومت های موفقی بودین <applause> چه کارهای را انجام دادن که موفق شدن حداقل امور کاپی پیستش بکنین اگر او را نمیتوانین چند پیشنهاد مدارم در قدم اول یک ارادی سیاسی جدی وجود داشته باشه که چنین کارهای را انجام بوده قانون را به شکل یکسان بالای همه اطبای از کشور تطبیق بکنه ولو که مربوط به خاندان شخص رئیس جمهور باشه اما شخصی که قانون را نقص کرده تطبیق بکنن ترس و احساس از تطبیق قانون نداشته باشن که این یک نوع ناامنی را به وجود میاره اگر ناامنی را به وجود بیاره ناامنیش هم شاید زود گذر باشه اما بالاخره زمانی که ما قانون یکسان تطبیق بکنیم تطبیق قانون یک ثبات دائمی را به وجود بله. میاره بس. یک دو رئ... رئیس جمهور یا در... چون ما که بیشتر رئیس جمهور میگیم چون در حس قوا قرار داره اینا بیان صلاحیت ها را تقسیم بکنن بس وقت زمانی که صلاحیت ها تقسیم شد صلاحیت ها مسئولیت ها را بوجود یعنی به این ای مانا که وقتی همش رئیس جمهور میگه تو عبدالله نمیگید مراد تا این نیست که آقای عبدالله صلاحیتی نداره نه نه آقای عبدالله هم شریک نظام است اگر این نظام پیشرفت کنه کامیاب باشه خوبиш به ایناهم برمегаرده ا اи نиظام ناکоم شаوه طبعا оدаم گуفته نمеتаوانه که وا اینا در نظام سلاحت نداشتн سلاحتهم دоرанд مаسъولیتم دارанд و عد حو ا و حومت وحدت م سردمداراн حومаت وحدت ملи تلاش بкن تلاش بورزند به خاطиر ایجاد حکومتداری خوب و پاسخگو با مردم یعن چرا ای بنده اضافه کردیم به خاطر از این که اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر میشه <applause> ما زمانی که مردم نسبت به نظام اعتماد داشته باشن طبعا در هر راستا باز اینا همکار با نظام میباشند یعن yani نظام از خود میدانن <applause> همکاری میکنن و ای همکاری مردم مشروعیت نظامه بیشتر میسازه و زمانی که نظام بیشتر مشرویت داشته باشه طبعا هر نوعه تصمیمش که در راستهای قانون بوده باشه از حمایت گسترده یا از حمایت بلند مردمی برخوردار میباشه و ااو عملکرد حکومت یا همو برنامه حکومت قابل تطبیق هم میباشه و مردم از او حمایت میکنه اگر ای کارها وجود نداشته باشه ما بیام قانونه دور بزنیم به شکل صلیقوی تطبیقش بکنیم در جایе که زور ما رسی تطبیق بکنیم به کسانе که مربوط به خانواده و فامیل ما بود یا خانواده و فامیل زورمندا بود تطبیق نکنیم تبعا ای اهسته اهسته نقش قانونهم <applause> کمرаنگ میشه و حکومت م مردمم هم حمایتش نسبت به نظام کمتر میسازه و هر کаس احساس راحتی میکنд تلاش میکن از هر مدرک اگر فساد بکنن فساد مالی را انجام بتن سوی استفاده وظیفهوی را انجام بتن غفلت وظیفهوی را انجام بتن مثا پاسخگو به مردم نباشن به شورای ملی نباشن شورای ملی به مردمش نباشه عنم یک نوه وقت که زمان ک بی مسئولیتی عام شد تبعا ده... <تصفح> کارکرد حکومتهم کمرنگ میشه و حکومتم مثل از ی میمانه که مثا دست و پایش بسته کنی یه حرکتی نکنه <applause> خب در یک بینش راست رویانه و یک نگرش واقع بینانه بعد دو سال عمر حکومت وحدت ملی یا بیشتر از آن بعد تجربه ای که از چگونگی عمل کرد و کار کرد داشت در قبال هاش داشتید حالا انتظارتان چی است که این پیشنهاد که شما کردید حالا درد, درد مردم افغانستان را دوام میکنه و اینا عملی میکنه؟ ما خود در این نیست یک سال و نیمه سپری کردیم زمان زیاد یا فرصت های خوبی را از دست دادیم به این معنی فرصت ها را از دست دادیم که مردم آلی هر گامی را که حکومت بردارم مردم به دیده شک میبینم یکی شما وعده و وعید خود زیاد کردین یکی شما عملی نکردین این وعده هم همی هم جمع از مودگیش شاید کار انجام نتین یک بخش ایز دو آلی حتی همی جامعه جهانی هم بالای حکومت افغانستان بباور شدیم اینا میگن که خب واده ها زیاد بود مثلا برنامه ها زیاد بود البته روی کاغذ اما ما شاید از شاید نیستیم که یکی از اونها تطبیق شده باشه به طور مثال انتخابات به گند کشانیده شد توسط مدیریت ناکارای کمیسون انتخابات و کمیسون شکایت انتخاباتی اما بیوز از اینکه اینمی مردم مجازات شوند مجازات هم که نشدند تقدیرنامه هم برشان داده شد حتی پیشنهاد پوست های بلاندتری م برشان از طرف ریس جمهور صورت گرفت یکنیم سال است که اینها کار میکنند که یک کمیسیونی ره بسازند که ای کمیسیون بیایه یک انتخابات شفافی ره مثلا از نظر قانونیش از نظر مدیریتیاش پیشنهاد بکنند که ما چ نوع یک انتخاباتی داشته باشیم که تا اعتماد از دست رفته مردم را دوباره به دست بیاریم یک کریم سال از تابل یه نمی کمیسون ساخته نمیشه آه. گای به یک بحانه گای به بحانه دیگری یکی پای دیگری مثلا مدتی کار میکنن باز خود به خود یا خودشان آه. علاقه به کار ندارن یا هم طرحی را که به حکومت میدن حکومت علاقه به تطبیقش نداره پس چشم داشت و انتظار اینا... از عملی شدن پیشنهاداتون ندارید چشم نظر به تجربه گذشته یعنی زیاد امیدوار نیستم اما مایوس هم نیستم ما <محن> فکر میکنم که میغاز امی جلا و zarar یا جلا و توان از هر نقطه کو بگیری بازم بسود است الله پیشنهاد مو ایست که ای حکومت وحدت ملی خصوصا رئیس جمهور که در کانفرنس لندن اشتراک کرد <محن> و یک سری مثلا از طرف دیوید کامرون خورد <محن> به این معنوس که الله رئیس جمهور برگشت به افغانستان برنامه هایش را باید جدی دنبال بکنه اه. یعنی بیشتر به طرف قانون مداری بره زمانی که به طرف قانون مداری بره قانون زمانی ساخته میشه که احمد محمود را نمیشناسه سمت و سور نمیشناسه شرق غرب نمیشناسه سرمایه دار و غریب و فقیر بیچاره نمیشناسه یعنی قانون یک, یک چارچوبی است یک راهکاری است یک راستایی است که هر کس دمی راه حرکت کرد اون مسئول هر کسی خلاف از حرکت که او اگر هر قدری که حکومت وحدت ملی به طرف قانونمداری بره ما فکر کنم امین نظام به طرف بیبود بود رفت یعنی مردم هم باز وقت اعتمادش بیشتر میشه خیلی ممنون از شما دکتر زهیر سعادت نماینده مردم در مجلس برای حضورتان در بس آقای بس. عبدالقهار فراخسیر نماینده سخنگوی اداره مستقل مبارزه با فساد تشریف نیاوردن ما منتظرشان بودیم بعدش و خلف وعده کردن و امتنان بی منتها هم از شما برای پایشتان پای بحث امشام آخر خط تا درود و دیدار دگر پایدار پویا و پاینده باشید